بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین بینندگان محترم سلام عرض میکنم شما بیننده برنامه مصباح الهدا از تلویزیون جهانی هادی هستید امیدوارم که حال دیلتان خوب باشه طبق روال جمعه ها در خدمت استاد گرامی جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین روحانی هستیم با موضوع عوامل کسب توفیق در زندگی خب جناب استاد بدونین که من مقدمه طولانی عرض کنم در بحث های گذشته حالا یک آنچه که در بحث ها و جلسات گذشته مرور شد ممکنه بعضی از بینندگان محترم بحث ما را دنبال نکرده باشم یک برای یک یادآوری که بیشه عوامل کسب توفیق چند موضوع رو شما فرمودید و بحث کردید از جمله عوامل خود آگاهی بود کار و تلاش بود تفکر کردن بود دعا بود و نصیحت پذیری خب یکی از عوامل دیگری که برای کسب توفیق در زندگی بسیار بسیار اهمیت دارد بحث دینداری هست خب در این مسئله موضوعات بسیاری مطرح است سوالهای های بسیاری مطرح است حالا در حد که برنامه ما و شما انشالله اجازه بیده در این جلسه انشالله که شما این بحث رو روشن کنید که دینداری چه ارتباطی با کسب توفیق داره آیا راه رسیدن به توفیق فقط از با دینداری هست یا ای که بدون دینداری هم می انسان به توفیق برسه و زندگی همراه با موفقیتی داشته باشه بسم الله الرحمن الرحیم بنده خدمت عزت حالی و بینندگان محترم سلام و عرض عدب دارم انشاءالله توفیق فهم و عمل به معارف قرآن اهل بیت علیه مسلم رو به همه ما کرامت بفرماید بله همچنان که عزت حالی فرمودید دینداری هم میتونه مسیر کسب توفیق رو برای انسان در زندگی فراهم کنه در روایت از امیر المؤمنین سلام الله علیه داریم که به همون میزانی که انسان تقید به گزاره های دینی و آموزه های دینی داشته باشه به همین حجم و اندازم انسان در زندگی خو موفقه بله. امام تشابهی و تشبیهی ایجاد میکنند مگر شما یک جسمی بوده باشه و یک منبع نوری باشه به با او بتابه قطعا یک سایه از او تیار میشه امام فرماین همچنان که بین جسم و سایه یک رابطه هست که وجود جسم و نور سبب ایجاد سایه میشه مفرماین دینداری هم میتونه در کنار خو حتما توفیق آفرینی بکنه کمال تشبیه بسیار عالی که در واقع دین رو تشبیه کرده به اون نوری که به انسان میتابه به انسان دینداری که اون جسم باشه بله به و... سبب موفقیتی باشه بله یعنی انسان اگر بخواهد توفیق پیدا کنه در سایه دینداریه در پرتو دینداریه کلام حضرتی رقمه که کما ان الجسم و زیل لا افترقان شما نمیتونیم جسم و سایر سایه از هم جدا کنیم هر جا جسمی باشه نوری بود به تابه حتما یک سایه تولید میشه و جدایی ای از هم امکان ناپذیره بعد امیر المؤمنین به همین استحکامی که جدایی ناپذیری است بین جسم و سایه میفهمان و کذالک الدین و توفیق لا یفترقان دینداری هم در کنار او حتما توفیق آفرینی داره اه. هر کس تقید بیشتری به دین داشته باشه به همون اندازم انسان در زندگی میتونه به موفقیت نزدیک و نزدیکتر باشه البته ما دو تا مسئله داریم یکی دین دانی هست و یکی دین داری دیندانی با دینداری فرق میکنه ادهی دین رو میفهمن اما به دین عمل نمیکنند. ادهی ای بسا مسلط بر برخ از مباحث دینی هم باشند اما وقتی عمل کرده اونها رو نگاه میکنی در حوزه عمل الفبای دینداری هم در زندگی اونها نمایان نیست اینجا امیرالمومنین امیر انسان باید دیندار باشه یعنی عمل کنه با گزاره های دینی قرآن میفرماید اگر میخواهید که خدای متعال به شما علم و معرفت بیاموزد یک راه اینه که به او ها و آموزه‌های دینی عمل کنه در واقع اینجا همون چیزی که مطرح میشه که قرآن بارها تاکید کرده ارتباط علم و عمل و سرزنش کرده که چرا چیزهایی رو شما به زبان میارید که عمل نمیکنید در واقع صرف دانستن دین احکام دین و ای تاریخ دین و معارف دین که ممکنه انسان آدم دین شناسی بشه و به تعبیر بله. زیبای شما آدم دین دانی شوه درباره دین دانایی کسب کنه پس این دانایی صرف کافی نیست دیگه بله بله, بله. خب میتونه شرط لازم باشه شرط لازم باشه اما باید حتما حتما انسان دنبال برترینی از او هم باشه یک چیز دیگر رو هم زمیمه او کنه ارز میکردم که اگر انسان به دین عمل کنه خدا توفیقات او زیاد میکنه میشه شما بفرمایید به زمان ساده که دینداری یعنی چی؟ یعنی بله. ما به چی کسی میگیم آدم دیندار یا اون تعبیر دینیش که در ادبیات بله. دین بیشتر بله. رایج هست به چی کسی ما متدین میگوییم؟ بله متدین کسی که اولا یک درک دینی در وجودی و شکل بگیره یعنی شناختی از بله. دین خب این شناخت و درک هم متوقف بر درد تا درد دین ندیشته باشه انسان درک دین هم نیست دغدغه خب. دینی بله بعد از این که این دغدغه ایجاد شد در وجود انسان یک آموزه دینی فرا گرفت حتما باید در عرصه عمل هم این آموزه ها و آموزش ها رو آدم نشون بده می که می فهمون بله نماز بر انسان واجبه در قرآن هم می خونیم ان الصلاه کانت على المؤمنین کتاباً موقوتا اما نسبت به نماز خوبی تفاوت بوده باشم من انسان دین فهمی هستم اما دیندار نیستم دین مدار نیم دین محور نیستم انسانی که میفهمد که در ماه مبارک رمضان کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم ای آیر بلده ای بسا تفسیری ترجمه اجمالی از آیر یاد داشته باشه اما وقت نوبت روزداری میرسه متاسفانه که عشق آسان نمود اول ولی افتاده مشکل ها ای هم تدیون نیست ای هم دینداری نیست انسان بعد از درک دین دیندار میشه و اوج دینداری هم و برای که انسان دیندار باشه باید دینبان هم باشه یعنی محافظت از دین رو بکنه یکی از رجزهایی که ابلفضل العباس میر و علمدار عشق در کرب و بلا میخونه با اینکه که دستی از تنیو جدا کرده بودن همین بود که والله این قطعتم و یمینی انی احامی ابدا ان دینی شما دست های مر قلم کردین دست اه. های مر از تنم جدا کردین اما بدانید که عباس دست از دین خو و از امام خو برنمه داره کسی که دین داره است دینبانی هم میکنه محافظت از دین میکنه این... چه مثال خوب زدید ما در ایام آغاز ماه سفر هستیم و این محرم و سفر به نوعی گره خورده با خاطره امام حسین و قیام آن حضرت در واقع خود حادثه آشورا حالا خارج از بحث ما من فقط یک یادآوری کنم خدمت بینندگان محترم خود حادثه آشورا مصداق کامل هم از دین شناسی هست و هم از دین داری هست و هم از پاسداری از دین و حمایت از دین بله. همین قسم نیست جناب استاد؟ همین شکل بله حقیقتا در اردوگاه عبی عبدالله هم فهم از دین و هم عمل از دین و هم حفظ و حراست از دین موج میزنه بله. تمام اونهای که در مقابل امام حسین علیه السلام, السلام قرار گرفتن اینها در زندگی اونها نبود بس. کسانی که در اردوگاه عمر سعد بودند کسانی که اسرجت و الجمت و تنقبت لغتانک اینا دیندار واقعی نبودند بله یک قشری از دین در زندگی اونها بود اما این قشر نمیتونه سرمایه رسیدن به کمال باشه این دین اندک نمیتونه انسان رو به ساحل توفیق در زندگی برساند و بکشاند حتما باید دینداری کامل باشه که در اردوگاه ابی عبدالله حسین علیه السلام یعنی من این رو عرض کنم که دینداری یه قابلیت رو داره که ما رو به اوج برسونه به توفیقات بکشاند مالی. اون تا باشد اگه دینداری ما دینداری درسته باشه پس میتوان پرسید که اقسامی از دینداری ممکنه در جامعه رایج باشه و ما وقتی که به جامعه و دور خود نگاه میکنیم یا در تاریخ مثال های بسیار روشن و بارزی رو ما سراغ داریم که اینها مدعی دینداری بودن یعنی خودشون هم متدین میدانستن پیرو اسلام و مؤمن میدانستن ولی از منظر دینی اینها بسیار بسیار از توفیق فاصله داشتن توفیقات الهی در زندگی اینها چندان دیده نمیشه پس این سوال هست که بله. چی نوعی از دین داری یا ما وقتی که این دین رو شناختیم بعد چه کار کنیم که دیندار موفق باشیم و متدین و مؤمن حساب شویم بله احسن تو به بحث خوب اشاره کردین الحمدلله روند بحث روند زیباییه دو تا مسئله رو باید ما مد نظر بگیریم اولا همون سوال ابتدایی حضرت عالی که فرمودیم چطور میشه که دین آدم رو به توفیق برسونه یک با. سال که ان شاءالله ارتباط بین این دو موضوع بالاخره دین یک چیزی هست توفیق یک چیز دیگه است و بعضی ها ممکنه تصور کنه که ما ممکنه موفق شویم و بدون اینکه دین پایبند باشیم بالاخره این در بعضی در ذهن بعضی ها ممکنه این سوال مطرح باشه ما با اینجای باید این برنامه را در این برنامه باید این سوال رو پاسخ بدیم که اون توفیقی که البته مد نظر دین هست و مد نظر بله. خداوند و اولیای خداوند هست ما اگه بخوایم به اون توفیق برسیم از کدام بله. راه باید وارد شویم بله. که اصلا. تعبیر دیگری از همون دینداری هست بله. و مسئله دوم که باز سوال فرمودین در طی بحث مطرح بله. شد شیوه های دینداریه یعنی ادعی اسم دیندار رو دنبال و یدک میکشن بله. اما آدم وقتی که میای با اون دینداری که به عنوان معیار و شاخص هست با او مسنجر میبینی تفاوت از زمین تا آسمان است اجازه بدین اول از همین بحث شروع کنم بفرمایید ما برای دینداری گونه های مختلف میتونیم در جامعه با توجه به افراد مشاهده کنیم ادعی هستند دینداری سطحی و قشری دارند یعنی یک لایه بسیار رقیق از دین رو فهمیدن و همون رو هم به عنوان اصل اسلام دارن در زندگی جلو میبرند و ای بسا کسانی که خیلی تقید به این عقیده اونها نداشته باشند از نظر اونها محکوم به کفر هستن ده. قشری مذهبی قشری مسلکی یکی از آفتهای بسیار مهمی است که در عرصه دینداری متاسفانه دامن متدینین رو گرفته با. یعنی بسیار سطحی و نازل نگاه میکنند انسان وقتی که به مسائل مینگره گاه عمق داره و گاه این عمق در نگاه اصلا در مسئله دیده نمیشه ادهی بودن در صدر اسلام همین سطحی نگری همین قشری رو میشه انسان در دینداری اونها مشاهده کنه با که به جنگ حجت و خدا می رفتن. به جنگ امیر و المؤمنین علیه السلام و سلام می رفتن. و اینا کسانی بودند که نمازهای طولانی می خوندن خوارج در تاریخ هست حتی گاه پرندگان اونها رو با پار سنگ اشتباه می گیرفتن. وقتی که سر به سجده می آنقدر سجده های طولانی میکردند. که این پرندگان هم به زعم که حتما اینا یک پار سنگ تخت سنگ می آمدن روی اونا می خب چنین سجده های طولانی چنین عبادت هایی که در دل شب اینها بلند شن شروع کنند با خدا حرف زدن و مناجات کردن این مهر روزداری هم در طی روز در طی ایام سال غالبا بر لبان اینا هست همین افراد آنقدر سطحی نگر بودن در مسیر رفتن به جنگ با امیر المؤمنین در جنگ نهر نقل میکنن که یک شخصی نیزه رو گیری فرو کرد به شکم و بعد یای قرآن رو هم میخوند که وعجل تو الهی رب بله خودزنی داره میکنه خودکشی میکنه چی در اسلام حرام هست حفظ جان واجبه این شخص داره میگه خدایا ببین ممون برون با علی بجنگم با دشمن تو جنگ کنم چی عمر بکشه چی هم مثلا به مرگ طبیعی از دنیا برم از رسیدن به توی و خدایو ما خود رو میکشم تا زودتر به تو برسم و عجل تو الیک رب بیل ترزا یک آموزه رو فهمیده حفظ شیئا و غاب انکه اشیاء او یکی رو فهمیده هزاران از پیشی رفته مستاق بارز ای این ای 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 رقم شخصیت ها رو ما در همین عصر و زمانه خود ما بسیار متاسفانه زیاد میبینیم این کسایی که انتحاری میکنن در های گذشته در عراق یا در همین کشور خود ما که با انتحار جانی مظلوم ها را میگرفتند چقدر خون ها را به ناحق ریختند مکاتب اینا خودشون منفجر کردند در مسجد و تک خانه ها خودشه منفجر میکردن اینا هم قطعا چون بسیار بسیار کار سختیه که آدم خود خودش خودش بکشه و با مواد منفجره را در بدن خود بمانه و خود منفجر کنه و به تعبیر بسیار زیبای فورس زبانای پاک خود خود ترقان میگه که خود بترقانه تا ای که لابد این به یک سطح از به تصور خودش به سطح از دین شناسی و دینداری رسیده و به نظر خودش سطح علایم هست بلی. ولی ما وقتی که از بیرون نگاه میکنیم این دچار همین نقص هست دیگه بلی. سطح نگری شده دیگه بلی. همین قسمت استاد بله همین خوارجی که عرض کردم با شما هم بسیار زیبا آمده مصادیق امروزی رو بیان نمودین در مسیر رفتن به جنگ نهروان خب از یک نخل و خرمای خورما خرما افتاده بود یک نفر آمد یک از خرما رو برداشت داخل دهن خوب گذاشت به قصد خوردن بله ادهی به سری و ریختن این خورما رو از دهنی و بیرون کشیدن که آخی اقناس مال مردم مای مال مردم بخوری تو چی رقم مجاهده در راه خدا هستی که حق مردم رو مای پای کنی خب ما کار نداریم یه عمل نخوب بوده یا بد بوده اما همین افراد که حاضر نبودن یک خورمای یک از سربازان اونها بیای از مردم بخوره وقتی که رفتن جلوتر رسیدن به یکی از یاران صدیق امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه امیر با تعابیر زیبایی از او یاد کرده بله و اسم عبدالله ابن خباب عرد این بزرگوار رو به جرم پیروی از امیر المؤمنین سلام الله علیه کشتن همسری دیشت او رو هم شهید کردن همسری و دار بود جنین رو هم از شکم بیرون نا. کشیدن نا. کشتن یعنی نها کنین شما س... یک به نام دین بله و درد هم همینه بله، هم هم. به قصد دینداری قربتن الله دارن این کار رو میکنن همون چیزی که امام صادق سلام الله علیه فرمودن در خصوص کوته فکرانی که مقابل امام حسین علیه السلام در کربلا آمدن جنگ کردن و با قصد کشتن حسین طالب رو بسیدن به بهشت بودن و کلون بله. یتقربون بدمیهی الله یعنی حسین ابن علی علیه السلام رو بکشند که به بهشت برن چقدر کوتاه نگریه؟ بسیار بحث مفید و پردامنه هست با توجه به که به یک میان برنامه رو ببینیم و انشالله باز برگردیم و اجازه میخوایم که این بحث رو همینجا قطع کنم و انشالله بعد از میان برنامه حتما این بحث رو ادامه میدیم هم بحثی است که مفید هست و بحث روز هم هست یعنی بسیاری از دردهای جامعه اسلامی مخصوصا کشور ما از همین مشکل آب میخوره خب با اجازه شما بس بینندگان محترم شما می توانید از طریق شماره واتسابی برنامه مثبت 964 780 و چهار و هشتاد و با برنامه خودتان برنامه مثل هدا و همینطور با تلویزیون جهانی هادی مرتبط باشید دیدگاه های خودتان ها و و انتقادهای خودتان را از همی طریق و از همین درگاه و همینطور از درگاه های مجازی ما از طریق سایت و یوتیوب و آپارات و اینستاگرام و تلگرام میتوانید با ما در میان بگذارید ما استقبال میکنیم مشتاقانه منتظر دیدگاه ها و نظرهای شما هستیم خب با اجازه استاد محترم و با اجازه شما یک میان برنامه را و اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا. وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بحق محمد واله الطاهرين سلام مجدد عرض میکنم خدمت بینندگان محترم مخاطبان برنامه مصبال خدا در ادامه بحث خدمت استاد محترم هستیم و بحث رو ادامه میدیم خب جناب استاد رسیدیم به بحث دینداری و اینکه انواع دینداری در جامعه وجود داره آسیب های در واقع دینداری رو شما میفرمودید و یکی از اون آسیب ها دینداری قشری و ظاهرگرایانه هست خب جایی سوال هست شما نکات مهمی رو فرمودید مصادیق بسیار مهمی رو از جمله بارسترین و روشنترین مستاق تاریخی آن یعنی کسایی که درباره دینداریشون دچار نقص شده خوارج رو مثال هایی زدید و جایی سوال هست که چکار کنیم که ما به آسیبی و به چنین مرضی درباره دینداری مبتلا نشیم ولی یکی از بهترین عواملی که میتونه ما رو دور کنه از این آفت و این چالش و آسیب اینه که فهم خور نسبت به دین توسعه بدیم یعنی فهم جامعی از دین داشته باشیم که خب البته ای تو اما با تعمق دیگه انسان باید سدهی نگر نباشد وقتی که انسان نگاه میکنه کسانی که یک مقداری شاید علیه مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین حرف دیشته باشند حتی عاملی بوده باشند برای تحریک دیگران نسبت به مکتب اهل بیت و معارف حقیقی در مکتب اهل بیت علیهم السلام مثلا سلفی ها و وهابیان اینها هم گرفتار همین جمود فکری در گزاره های دینی هستند اگر بحثی به اسم توسل رو انکار میکنند هم. اگر چیزی به اسم شفاعت و درخواست به کمک از اولیاء الهی رو کمک خواستند رو میاین معن میکنن ای به خاطر همین مسئله است در خصوص برخ از دشمنان و مغرزین نسبت به مکتب علوی علیهم السلام، ما همین آفت و چالش رو در عمل کرده اونها مشاهده میکنیم هم. اگر بحثی به اسم توسل که جزء معارف قرآن هست در آیات قرآن خدا اصلا ما رو توصیه و توسل کرده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و الوسیله یا در خصوص شفاعت یا مثلا تبرک جستن از قبور اولیاء الهی خب اینو به خاطر فهم سطحی در قبال برخی از گزاره های دینی گرفتار این آفت رو چالش شدن و راه علاجی هم اینه که انسان فهم خور نسبت به گزاره های دینی عمق ببخشه نگاهی و نگاه جامع باشه نه نگاه یک سویه نگاه همه جانبه بوده باشد راه علاجی به نظر من یعنی میشه گفت که توجهی به این نکته هم که بالاخره در آموزه های دین و هر دستوری که داده مثلا فرمودن نماز بخون مثلا حج مثلا روزه مثلا رعایت آداب اخلاقی و حقوق اینها که هست بالاخره اینها یک قالبی داره و یک مغز و معنایی داره دیگه یعنی اینها به بیشتر توجه گرفتار همین قالب ها میشه و بالده. به همین اثر عادت قالب ها را انجام میده و از اون روح این آموزه ها یا در واقع از روح دین شاید غفلت کنن و به ورته سطح نگری و قشریگری بیفتند تعبیر یعنی میتوند. پوست دیگه پوسته و مغز پوست رو ممکنه بگیره و مغز رو اصلا ادی شعار اینه که میگن مغز خواهی بدران پوست را اگر ما به اون مغز برسی پوست برد. رو کنار بگذاریم ما رو قبول نداریم ما ضمن ای که پوست رو اهمیت میدیم اما اون لب بلا باب که مغز هست اونو می هر دو مهم بله. هست. یعنی هم اون پوسته مهم هست بله. اون راه و که دین معرفی کرده مهم هست و اون توجه به اون محتوا و معنا بل... مغز هم بله خیلی نا یک دو نگاه رو انسان میتونه نسبت به آموزه ها دیشته باشه یک نگاه نگاه افراتیست از جانب برخ از کسانی که ادعای عرفان میکنن اما عرفان های دور از مکتب اهل بیت باید. اینها بعد از اینکه خود رو به جایی میبینند که رسیدن دست از ظاهر شریعت میکشن باید. اما ایده هم هستن عکس این تفکر در عمل کرده اونها نمایان است ما همچنان که خدا گفت و کذالک جعلناکم و وسطا هم تعبد به ظاهر شریعت داریم و هم اون درون مایه و محتوای اصلی شریعت رو باید مد نظر بگیریم در مباحث اخلاقی فقهی میان این میگن که ما دو رقم فقه داریم آه. یک فقه اصغر داریم و یک فقه اکبر داریم فقه اصغر همون چیزی است که مراجع اعظام تقلید به او فتوا مدن و در رساله های عملی آدم احکام شرعی بله اونا رو میبینه اما یک فقه اکبر هم داریم و او میتونه فلسفه احکام بوده باشه که اگر مثلا حجاج دارن سعی صفا و مروه میکنن بین دوتا تا کوه رفت و آمد میکنن خب حکمتی و چیه فلسفه و کدام است یا میگن حجاج وقتی که روز عید و قربان هست اول باید بیاین رمی جمره کنن و در کنار رمی جمره باید حتما قربانی کنن و سر بتراشن موی سر رو بتراشن خب حکمتی و چیه فلسفی و چیه ضمن ای که اصل سر تراشیدن رو هم ما قبول داریم در کناری و فقه اکبر داره به ما میگه که سر تراشیدن و احرام گرفتن سهل است از سری نخوت بیوده به در باید کرد انسان همچنان که تعلقات رو از خود دور میکنه که یکی موی سر هست بله. زیور و زینت رو از خود خود دور میکنه که یکی موی سر هست باید تمام تعلقات رو یک جا بیای پیش خدای متعال زب کنه همچنان که گوسفند رو آدم میای زب میکنه باید یاد بگیره که هواهای نفسانی پس کنند رو هم از از خود دور کنه از بحث خیلی دور نشیم فقه اصغری داریم و اکبری داریم جمع اینها میتواند انسان رو به کمال نزدیک نزدیکتر نزدیک کنیم بسیار عالی خب بحث ما درباره قالبه های دینداری یا گونه های دینداری بود که قطعا همه اونها ما را به توفیق نمی یک نمونه رو شما فرمودید که مبت... افتادن به ورطه قشریگری و سطحی نگری هست خب دیگر چه قالبه های دیگری هست که ممکنه بلی. باز نتونیم ما او را دینداری بینامیم بله دینداری دومی که باز بشه از او یاد کرد دینداری انتفاعیه یعنی انسان متدین بشه به شرطی که نونی برسه انسان دم از دینداری میزنه دم از آموزه های دینداری میزنه منتها به شرطی که گزندی به او نرسه نؤمنو به با نک فرو گزینشی در واقع گزینش هم دیشته باشه اما در این گزینش انسان دنبال او نف مره دنبال او خیریه که قراره از قبل دینداری به ما برسه در سوره مبارکه حج خدای متعال میگه عدهای دین رو قبول میکنن منتها با به شرطی که دنیا اینو آباد بشه به تعبیری و من الناس من یعبد الله علی حرفین بندگی میکنن دینداری میکنن اما دینداری ای از وسط حرکت نمیکنن از گوشه ها کناره. کناره ها که اگر از کنار رفتن دیدن خوب خیلی خوب نیست بزنن به او طرف یا بیاین به این طرف در وسط میدان و باند دینداری حرکت نمیکنه دقیقا اون چه که در نهضت امام حسین اتفاق افتاد یعنی کسایی بودن که دل به دریا زدن و تا آخرین قطره خونشون در کنار امام حسین بودن و ما کسایی را میبینیم که منتظر بودن تا او جایی که بله. م... حرف از شکست نهزد نبود و نشانه های ظاهری از پیروزی نهزد بود و پشت کردن کوفیان هنوز به گوششان نرسیده بود در کنار حضرت جمعیت جمع بشنند ولی از اون روزی که ورق برگشت اینها هم یکی دیشون که علنا ترک کردن ولی یکی دیشون در امون هاشیه ماندن بله. بله. که ببینن که ما آب به کدام طرف جریانش بیشتر میشه همونهایی که, ما که دینداری انتفاعی داشتن اینها ریزش های کربلا بودن بل. فرمایش شما نگریش بوده فرمایش شما رو خود امام حسین علیه السلام بیان نمودن فرمودن که الناس و عوید و دنیا مردم برده و بنده دنیا و اگر تو میبینی که دم از دینداری داری میزنن و دینو و لعقون علا ایم این دقدقه زبان ایناست لقلقه زبان این و دینداری باید دقدقه ذهن باشه نه لقلقه زبان امام میفرمایند فعدا محسو بالبلا وقتی که بلای بر نبی های برسه قلت دیانون اونایی که دم از دین میزنن خیلی ریزش پیدا میکنن پس دینداری انتفاعی اینه که ما مادامی پیروی به ای دین باشم که از دین به ما خیلی برسه اما اگر قرار شد دیندار باشم یک مقداری از قبل دینداری انسان یک مقداری آسیب ببینه برخی از بر بهره ها از انسان سلب بشه بگیم آقا ما از خیر ای دین گذشتیم این دین به درد ما نمیخوره اینم یک نوع دینداری هست قالب سوم رو برای دینداری میشه مطرح کرد با او اینه که انسان بیای دینداری داشته باشه اما دینداری موسمی در یک فصل خاص در یک زمان خاص دین برای انسان مهم جلوه کنه دستورات دینی پیش انسان مهم و معتبر بوده باشه اما در سایر ایام انسان خیلی دلداده و سرسپرده ای به دین نباشه مثل که ناکنن وقتی که هوا گرم میشه غالبا ما بخونه یک وسایل گرمایشی داریم دیگه نه بله متناسب با فصل و موسم بله مثلا در افغانستان ما کرسی میگذارن مردم بخونه خو در یک کرسی جایی و در خانه در فصل زمستانه در مناطق ما و سمت شمال نه سندلی میگه خب همین کرسی, کرسی که در حرات بهش میگه کرسی در اون مناطق سندلی, سندلی میگه الان من یه گفتم که بعد از مخاطبای ما ممکنه بله. این کرسی حراتی رو نشون نباشن بله بفرمایید. بله. در وقتی که تابستون میشه باز یک پنکه بوده باشه کلر باشه که بیای آدم رو یک مقدار سرد کنه دگه باز جایی کلر در فصل زمستان به خانه ها نیست میبونیم جایی دیگه به انبری بگذاریم دینداری برخی هم همی رقمه یعنی به شکل فصلی به شکل موسمی دیندار میشن گاه مثلا آدم میبینه ماه مبارک رمضان که میشه خیلی از کسانی که از دین بریده بودن باز دوباره برمیگردن به عرصه دینداری ای بسا رابطه اینو با خدا تقویت بشه یا ایجاد رابطه بکنن با خدا روزداری داشته باشن ماه مبارک رمضان که تمام میشه دینداری اینها هم به انتها و نزدیک میشه محرم در کنار ازاداری ها نماز هم میخونه بله اما بعد از محرم دیگه نمازی و تعطیل میشه ای هم میشه یکی از گونه های دینداری و این هم متاسفانه آدم رو به جایی نمیرسانه دینداری باید همه جانبه باشد در مثل جویباری در سراسر زندگی باید جریان نشته باشه این باشه اینو به یک شکل باز پیوند بده به ای که خب ما دینداری و گزینشی هم نداشته باشیم مثلا ادهی دین رو میخواهند اما یکی از آموزه های دینی رو نماز رو ای قبول کنن اما با روزداری خیلی میانه خوب ندارن چرا؟ ادهی شاد برعکس باشه از روزه گرفتن خوش اینو بیایه کم هم. اضافه وزن نخور بیاین کم کنن اما ای که خواسته باشه نماز بخونن سجده کنن بر خدا ای رو بر نمیتابن ایده هر دو اینا رو دارن عبادت های بدنی رو خوب انجام بدن با. اما اگر عبادت شکلی و عوض شد شد عبادت مالی قرار شد که خوز من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم قرار شد زکات بیای بده قرار شد وجوهات خور بیای ادا بکنه با. اینجا متاسفانه باز خیلی ها زمین گیر میشن با توجه به اینکه چهار دقیقه حدودا وقت داریم بحث رو هم در همین فرصت زمانی اگر جمع بفرمایید ان پس نه کنین این همیشه یک قسم دیگر از دینداری خب شما در بحث یا قالب دینداری انتفاعی فرمودید که دارومداری پای پایبندی به دین نفع شخصیشان هست. است خب در بخش یا قالب دینداری گزینشی که مثلا ممکن از نماز خوشش بیاید یا روزه مثلا به اصطلاح حال نکنه بله اینجا چه چی چیزی باعث میشه که آدم دچار چنین آفتی شود همین که از درون انسان برمیخیزه سبب میشه که آدم یک بخش از دین رو بپذیره بخشی از دین رو قبول نکنه روزه رو قبول میکنه حجاب رو قبول نمیکنه بله. نماز رو میپسنده اما خمس و کمک کردن به دیگران رو قبول نداره ادهی برعکس ای بسا دست دهنده دیشته باشه اما اگر خواسته باشه دور از نماز بخونی که انه نور داری چوب میزنی این هم با درد نمیخوره دین داری باید به شکل شبکهی بوده باشه همه اجزاء دین همه دستورات دین برو چشم انسان جا دیشته باشه اگر ما خواسته باشیم دینداری خور به شکل ای یک قسمت رو بپذیریم خیلی رو قبول نکنیم نومنو به بعض و نکفرو به بعض باز هم گریفتاره. همو چالش میشیم قسم چهارم دینداری انفرادی و انزوایی است کسانی که کار با دیگران ندارند میگن ما خیلی هنر کنیم گلیم و خود رو بکشیم بیرون ما رو به دیگران چی ما پیغمبریم که تم امت بخوریم امام حسین علیه السلام به شهادت میرسه خبر به گوش یک عابدی میرسه که خیلی هم اسم کلان داره باید. اما بعد از شنیدن خبر شهادت میگه خب چرا امت پیغمبر آمدن نواسه پیغمبر رو شهید کردن کار بدی کردن فقط همی. در همین حد و اندازه بعد تازه از همین حرف هم برمیگرده توبه و استغفار میکنه که تو باید الله و اکبر میگفتی باید سبحان الله میگفتی چرا آمدی کشتن حسین ابن علی رو محکوم کردی این هم با درد نمیخوره دین داری باید جامع باشه دینداری جامع هم همچنان که خود امام زمان سلام الله علیه فرمودن اما فی الحوادث الواقعه فرج او الی روات احادیث ما رو به دست فقها ها دادن یعنی گفتن هر چه فقیه گفت از الف تا یا شما قبول کن بپذیر بهم. ما مراجع تقلید ازامی داریم که خدا انشالله اونا رو حفظ کنه دینداری جامع میتونی باشه که انسان دین خور از کسی بگیره که الفقیه و من انقدر ناسعن عن شبهات شبهات رو دور میکنه از پیکره دینداری و این دینداری میتونه تو اما با موفقیت باشه چرا؟ چون اولا این دین فطری است فطرت الله التي فطر الناس علیها ثانیا به اعتباری که این دین دین کامله الیوم اکمل تو لکم دینکم ثالثا به جهت این دین مورد رضایت خداست و رضیت لکم الاسلامه دینا. دین و دین خدا آمده پسندیده است و در هر زمانی و در هر مکانی و هر شخص و شخصیتی که این گونه دینداری جامعه داشته باشه خب میتونه با توجه به این که عرض کردیم دین با زبان فطرت داره با ما کلام میکنه دین مورد رضایت خدا و کامل هم هست خب هر کسی که سر به این دین باشه میتونه مسیر توفیق و موفقیت رو هم در زندگی بپیماید بسیار عالی انشاءالله که بتوانیم ما از نعمت های خداوند و از آموزه های های خداوند بهرمند باشیم و زندگی مؤمنانه و متدینانه را, را برای خودمان ایجاد کنیم تا بتوانیم انسان موفق باشیم و از توفیقات الهی هم بهرمند شویم خب اینندگان محترم بسیار سپاسگزارم که تا اینجای برنامه با حوصل مندی ما را با ما همراهی کردید شما میتونید برنامه مصباح هدار هر روز ساعت 8 شب به وقت کابل و تکراری برنامه را هم فردا فردای همان روز بعد از اذان ظهر به وقت کابل ببینید باز هم یادآوری میکنم که ارتباطی ما با شما شماره واتسابی مصبت 964 و 255 چهل سیزده هست و ما منتظر دیدگاه ها و پیشنیاد های شما عزیزان هستیم تا هفته آینده شما را به خدای متعال میسپارم و از خدمت شما و مهمان بزرگوار برنامه خداحافظی میکنم خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار